خوش اومدین به هارد تاک. من استیون ساکر هستم. از حدود 6 ماه پیش دولت ایران چندین دانشمند و فعال محیط زیست رو بازداشت کرده. جسد حلق‌آویز شده یکی از فعالان شناخته شده در سلولش پیدا شد و مقام‌های ایرانی گفتن خودکشی کرده. واقعاً چه خبره؟ مهمان امروز من کاوه مدنیه، دانشمندی که در دانشگاهی در لندن تدریس میکرد اما به ایران دعوت شد تا بره و معاونت سازمان محیط زیست کشور رو بر عهده بگیره. او هم در میانه سرکوب ها گیر افتاد و نهایتاً 2 ماه پیش ایران رو ترک کرد. چرا فعالیت زیست محیطی در ایران تا این حد خطرناک شده؟ کاوه مدنی در کالیفرنیا به هارد تاک خوش اومدی. از حضور در این برنامه خوشحالم. بذار با یه سوال خیلی ساده شروع کنیم. کمتر از یک سال پیش با نهایت خوشبینی راهی تهران شدی، چون به یک مقام مهم و ارشد دولتی در سازمان محیط زیست کشور منصوب شده بودی. آیا خودت میدونی که در ماه‌های بعد واقعاً چی شد که همه چی به هم ریخت؟ Quite what has gone wrong in the months since then? I was going with optimism. من با خوشبینی رفتم، هرچند میدونستم که شانس موفقیتم چندان زیاد نیست، ولی خب میخواستم تلاشم رو بکنم. امیدوار بودم که بتونم امیدواری ایجاد کنم. در چند ماه بعد از ورودم اتفاقات زیادی افتاد. چیزی که یاد گرفتم این بود که در سراسر جهان افراطی ها و تندروهایی هستند که افرادی رو که میخوان فاصله ها رو کم کنن دوست ندارن، چون وجود دیوارها و فاصله انداختن برای بقای اون تندروها حیاتیه. حالا چه تندروهای ایران باشن، چه آمریکا، اسرائیل یا هر جای دیگه دنیا. خب بذار فعلا سر ایران بمونیم. میخوام یه تصویر روشن از دلایلی که باعث شد به ایران برگردی داشته باشم. به هر حال ویژگی‌های رژیم ایران رو میدونستی. درسته که توی لندن کار دانشگاهی میکردی، ولی اوضاع ایران رو هم به دقت دنبال میکردی. میدونستی که حسن روحانی تلاش زیادی میکرد که ایرانی‌های خارج از کشور رو متقاعد کنه که برای ساختن یک ایران نوین به کشورشون برگردن. آیا تو در مورد آزادی عملت و نحوه برخورد با خودت تضمین یا قولی گرفته بودی؟ وقتی این پیشنهاد رو به من دادن فقط یک جواب دادم. هیچ سوالی در مورد اختیار دستمزدم نکردم. فقط گفتم برین بررسی کنین که اگه بیام توی دردسر نمیافتم. نمیخوام زندانی بشم. مطمئن بشین که تأیید میشم. اولش مشکلی نبود، اما بعد آروم آروم کلی نگرانی و تردید در موردم شکل گرفت و منو به درد سر انداخت. سیستم نمیتونست به هم اعتماد کنه، فقط به خاطر اینکه جوابم به یه سوال هیچ موقع براشون قانع کننده نبود. اینکه چرا باید کسی بعد از 14 سال کار و موقعیت شغلی مناسبش رو رها کنه و برگرده به کشور و سعی کنه وسط این آشفتگی کاری بکنه. از نظر اونا تنها دلیلی که باعث میشه کسی این کارو بکنه اینه که یا جاسوس باشه و یا تو فساد دست داشته باشه و بخواد پولی به جیب بزنه. یه لحظه صبر کن. کمی بعد از اینکه به ایران برگشتی گفته بودی که اگه من موفق بشم ممکنه خیلی های دیگه هم برگردن. فکر میکنی خواستن ازت سوء استفاده کنن یا اینکه بیش از حد خوش باور بودی؟ فکر نمیکنم سوء استفاده ای در کار بوده. از اول میدونستم که احتمال موفقیتم کمه. در مصاحبه‌ای که بهش اشاره کردی من گفتم که دلایل خوبی داشتم برای اینکه این تصمیم رو بگیرم، با محاسبه خطرات و موانع احتمالی. می‌خواستم سعیم رو بکنم و ببینم میتونم موفق بشم یا نه. در طول 40 سال گذشته من اولین نفر از نسل خودم بودم که سراغش اومدن. منظورم نسلیه که بعد از انقلاب 57 به دنیا اومدن و دوست دارن برای کشورشون یک کاری بکنن.
واقعا دوست داشتم در حد توانم تلاشم رو بکنم و دینم رو به کشورم ادا کنم و براش کاری بکنم. برمیگردم به سوالم در مورد سادگی و خوشباوری. چون باید به این موضوع اشاره کنیم که تو متخصص مدیریت آب هستی. در سازمان محیط زیست به طور خاص مأموریتت کمک به حل مشکلی بود که به یک بحران جدی برای ایران تبدیل شده، یعنی آب و مدیریت منابع آب. میدونیم که ایران آب کافی نداره، بنابراین قاعدتاً باید میدونستی که با جلوگیری از منافع بعضی افراد و گروه‌های داخل سیستم، و خب اینجا منظورم سیستم مدیریت آبه، عملاً از نگاه اونها تبدیل به یک خرابکار و مزاحم میشی. قاعدتاً باید از قبل با دقت فکرش رو کرده باشی که آیا قدرت و اختیار لازم برای مقابله با سودجوها و کسانی که دنبال منافع خودشون رو هستن داری یا نه. خب بله، به نظرم اگه بخوایم در مورد کار و فعالیت‌ها صحبت کنیم، ما خیلی موفق بودیم. تونستم بخشی رو که مسئولش بودم به یکی از موفق‌ترین و مولدترین و کاراترین بخش‌ها تبدیل کنم. این از بخش اداری. من مسئولیت ارتباط با مردم و سازمان‌های غیر دولتی رو داشتم. این قبیل کارها داشت به خوبی پیش می‌رفت. فکر نمی کنم خیلی نگران راه حل ها و کارهایی که می خواستم بکنم بودن. چیزی که نگرانشون کرده بود ربط من به غرب بود. اینکه یکی از غرب برگرده به کشورش و محبوب بشه. و شاید بخواد ارزش های غربی رو که کشور در تمام سالهای بعد از انقلاب رد می کرده ترویج کنه. بنابراین از اول می دونستم که مشکلات و تهدیدهایی خواهد بود. اما هیچ موقع فکرش رو نمی کردم که به محض ورود به تهران توی فرودگاه بازداشت و بازجویی بشم و همونجا وارد حساب‌های کاربری و ایمیلم بشن و فکر کنن که من یه جاسوسم. اتهام جاسوسی آخرین چیزی بود که میتونست به ذهنم خطور کنه. حتما سراغ اتهام جاسوسی هم میریم چون خیلی مهمه. اما قبل از اون فقط یه نکته دیگه در مورد کاری که داشتی میکردی. دارم اعداد و ارقامی رو میبینم که وحشتناکن. به نظر میاد که پیامت این بوده که حدود 90% ایران درگیر یه حدی از خشکسالیه. حجم آب خیلی از دریاچه‌ها به طور جدی کم شده، کشاورزی گسترده در جریانه که آب خیلی زیادی رو از بین میبره. سدهایی که ساخته شدن کارایی مناسبی ندارن. خلاصه همه این مواردی که در موردشون حرف میزدی رو زیر سوال میبردی. تا جایی که من میدونم بخش‌های قدرتمند ایران به خصوص سپاه پاسداران که عملاً در همه بخش‌های مدیریتی ایران دخالت و نفوذ داره، از بعضی طرح‌ها و راهکارهایی که تو ارائه می‌کردی راضی نبودن. They were not happy with some of the solutions you were coming up with. درسته، منتها من حتی قبل از اینکه اون شغل رو قبول کنم هم به این موارد اشاره می‌کردم. مسلماً کسایی هستن که از شرایط موجود سود می‌برن و دوست ندارن یکی بشینه تو لندن و از اونجا براشون نسخه بپیچه. فرصتی بهم داده شده بود و فکر می‌کردم اگه بتونم از راه حل‌ها در سطح بالا استفاده کنم عالیه. ضمن اینکه مسئولیت من محدود به آب نبود. من مسئول آموزش و افزایش آگاهی بودم و در واقع این چیزی بود که خیلی بهش افتخار می‌کردم و در موردش هیجان داشتم. چون معتقدم نمیشه در یک کشور تغییر و کارهای اصلاحی انجام داد مگر اینکه مردم از مشکلات و راه حل‌های مورد نیاز اطلاع داشته باشند. این دقیقاً جاییه که من سعی داشتم تمرکزم رو روش بذارم. میدونستم که هیچ کسی در هیچ کجای دنیا نمیتونه ظرف 4 سال مشکلات زیست محیطی رو حل و فصل کنه. میدونستم که نمیتونم اون شرایط رو تغییر بدم. ولی میدونستم که میتونم روی طرز فکر مردم در مورد محیط زیست و برداشت‌ها و ارزش‌هاشون اثر بذارم. و این کاری بود که سعی داشتم بکنم. خب این کاریه که خودت میگی میخواستی بکنی. و همین جاست که میرسیم به اصل قضیه، یعنی اتهامی که به خصوص از طرف اطلاعات سپاه پاسداران به تو و عده دیگری از متخصصان وارد شد، مبنی بر اینکه کارهای علمی و فعالیت‌های محیط زیستی شما در واقع پوششی بوده برای فعالیت‌های جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل. این اتهام درسته؟ و بریتانیا، معلومه که نه. اوایل که این چیزا رو میشنیدم و میخوندم بهشون میخندیدم. اما رفته رفته متوجه شدم که قضیه چقدر جدیه. ولی این اتهام ها از طرف گروه خیلی کوچیکی مطرح میشه که متاسفانه قدرتمندن.
من به خاطر مردم ایران رفته بودم و مردم هیچ موقع این اتهام ها رو باور نکردند. به همین دلیله که به تصمیمم برای برگشتن افتخار میکنم و معتقدم که اگه زمان به عقب برمیگشت با اون اطلاعاتی که اون موقع داشتم باز هم به ایران میرفتم. برای مدت کوتاهی بازداشت شدی. چه اتفاقی برات افتاد؟ آیا بردنت به زندان مخوف اوین اونجا بودی؟ نه، در حصر بودم. ولی چون یک مقام دولتی محسوب می شدم و ازم فرق می کرد. چه اتفاقی برات افتاد؟ پرسش هایی وجود داشت و مسائل دیگهی که فکر می کنم به خاطر افراد دیگهی که الان هنوز گرفتارن بازگو کردن همه جزئیات اون ماجرا کار صحیحی نباشه. نمیخوام شرایط رو برای اون آدم ها سخت‌تر کنم. نه تنها مدتی بازداشت شدی بلکه وارد حساب‌های کاربریت شدن و عکس‌های خصوصیت رو منتشر کردن. از جمله عکسی که ظاهراً در اون در یک مهمانی و در کنار میزی مشغول شراب خوردن هستی. و خب برای بعضی ها تو ایران این قابل قبول نیست. بله، من سر میزی بودم که گیلاس‌های شراب روش بود. ولی عکسی از خودم در حال نوشیدن نبود. اونا به این دلیل که توی عکس خوشحال بودم و مثل الان میخندیدم حد زدن که مستم. موضوع اینه که عکس رو منتشر کردن و رسانه‌های ایرانی بهت لقب عیاش و از این قبیل چیزا دادن. بعد از این اتفاق نگران امنیتت نشدی؟ برای اینکه بهتر داستان مشخص بشه بذار اول بگم که اون عکس‌ها مربوط به سال 92 بود و تو کالیفرنیا گرفته شده بود. اما اینطوری القا کردن که عکس‌ها مال یه مهمونیه که من تو سفارت ایران تو مالزی گرفتم و توش الکل سرو کردم. که خب ادعای دروغی بود و خیلی زود مردمم فهمیدن این نکته رو. بله، بلافاصله بعد از ورودم به تهران اونا وارد همه حساب‌های کاربریم شدن و من می‌دونستم که همه اطلاعاتم رو دارن. تمام مکاتبات ایمیلی و اطلاعات و جزئیات زندگی من در طول 14 سالی که ایران نبودم. با وجود این سر شغلم موندم. چون می‌دونستم که هیچ وقت نمیتونن ادعاشون درباره جاسوس بودن منو مستند ثابت کنن. اما وقتی کار به انتشار عکس‌های خصوصیم کشید، متوجه شدم که به هر قیمتی میخوان من این پست رو نداشته باشم. بنابراین با در نظر گرفتن همه تهدیدها و فشاری که روی خانواده‌ام گذاشته بودن، تصمیم گرفتم استعفا بدم. چون می‌دونستم که حتی اگه از کشورم دور باشم هم میتونم همچنان بهش کمک کنم. بنابراین بله، می‌خواستن که در اون جایگاه نباشم. و این جنگ رو بردن. ولی به نظرم جنگ بزرگتر در مقابل مردم ایران رو نبردن. به جنگ بزرگتر که میگی هنوز درگیرش هستی برمیگردیم. ولی الان مهمه که به بعضی جزئیات بپردازیم. چون من به این موضوع اشاره کردم که عده‌ای محقق و فعال زیست محیطی بازداشت شدن و همونطور که گفتی چند نفرشون هنوز در بازداشتن و باید شرایطشون رو در نظر داشته باشیم. اما متاسفانه پرونده یکیشون بسته شده چون دیگه زنده نیست. منظورم پرونده فعال محیط زیستی ایرانی کانادایی که بعد از اینکه بازداشت و زندانی شد جسدش در حالی که حلق‌آویز شده بود توی سلولش پیدا شد. کسی بود که برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی که در خطر انقراض تلاش زیادی کرده بود. آیا چیزی داری که در مورد این پرونده خاص بهمون بگی؟ اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم باید بگم که به ما اینطور گفته شده که ایشون در اون شرایط پیدا شده. ولی واقعا هنوز نمیدونیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. تا جایی که میدونم فیلمی یا مدرکی وجود نداره که جزئیاتو نشون بده. ولی خب این چیزیه که بهمون گفتن. اونم یکی از فعالهایی بود که علاقه و اشتیاق زیادی به کشورشون دارن و حالا متهم شده که برای سازمانهای اطلاعات اسرائیل و کشورهای دیگه کار میکرده و یهودی بوده. هیچ وقت کاووس سید امامی رو ملاقات کردی؟ این مهمه چون رسانه‌های ایران از قول تندروها نقل کردن که تو با اون در شبکه جاسوسی به هم مرتبط بودی. من با تعداد زیادی از ایرانی‌ها به خصوص کسایی که به مسائل محیط زیستی علاقه‌مند هستن آشنا هستم. از جمله کاووس سید امامی. و اتفاقا تابستون پارسال اون منو برای سخنرانی درباره مسائل آب ایران به دانشگاهی که توش استاد بود دعوت کرد. یادمه که با هم قدم می‌زدیم و ازش پرسیدم که چرا تو اون دانشگاه درس میده.
خیلی به اثرگذاریش و این واقعیت که میتونه روی زندگی مردم و در واقع بهتر شدن زندگی ایرانی ها تأثیر بذاره افتخار میکرد. فکر نکنم تو کل زندگیم و در مجموع با در نظر گرفتن جلسه ها و جاهایی که احیاناً با هم در اونها بودیم بیشتر از چند ساعت دیده باشمش. بنابراین در موقعیتی نیستم که در موردش قضاوت کنم. ولی همیشه ازش حس مثبت می گرفتم و احساسم این بود که آدمیه که برای کشورش اهمیت قائله. I have to ask you. You're talking to me from obviously an undisclosed destination. باید اینو ازت بپرسم. الان داری از جایی در کالیفرنیا با من حرف میزنی. ممکنه بعضی از کسایی که تو ایران این گفتگو رو تماشا میکنن، به خصوص افرادی که خودشون جزء حکومت هستن، بگن آها، ببین رفته آمریکا، یه شغل دانشگاهی تو بریتانیا داشت ولی برنگشت اونجا. واسه اونا جالبه که از کالیفرنیا سر در آوردی. چه جوابی براشون داری؟ اصلا تو کالیفرنیا چیکار میکنی؟ What is your response? I mean, what are you doing in California? خب من از وقتی از ایران خارج شدم دائم دارم میچرخم. نمیتونم بیام انگلیس چون بر اساس قوانین بریتانیا اگه ویزای کار یکی باطل بشه قبل از گرفتن ویزای مجدد باید یک سال خارج از کشور بمونه که خب مایه تأسفه. در نتیجه عملا در مرخصی از دانشگاه ایمپریال هستم و باید تا ژانویه سال آینده صبر کنم. بنابراین برخلاف ادعای ایرانی ها مبنی بر دو تابعیتی بودن من، نه تنها دو تابعیتی نیستم که حتی ویزای انگلیس رو هم ندارم که برگردم. در حال حاضرم دارم میرم یک سری کنفرانس و جلسه تو آمریکا. تحصیلاتم تو این کشور بوده. هم دکترا و هم فوق دکترا رو اینجا در دانشگاه کالیفرنیا گذروندم و الان هم به همین دلیل اینجا مو تو جلسات علمی شرکت میکنم. What are your conclusions having considered what has happened to you over the last 9 months? What are your برداشتت چیه؟ با توجه به همه اون چیزی که در این 9 ماه بهت گذشته چه جنبندی از توازن قوا در تهران داری؟ قبلا به درگیری تندروها با عملگراها یا شاید بشه گفت میانه‌روها در دولت ایران اشاره می‌کردی. حالا با تجربه های شخصی که به دست آوردی جنبندیت از اوضاع اونجا چیه؟ ما یه دولت نامرئی داریم که نمیخواد دولت مستقر موفق بشه. البته همه چیز نسبیه. در مقایسه با هم دولتی که به طور رسمی بر مسند قدرت قاعدتا میانه روتره و اون یکی دولت تون روتر و افراطی تر. اونا علاقه‌ای به موفقیت برجام ندارن. دوست ندارن افرادی مثل من به عنوان شهروندان خوب جهان شناخته بشن و با سایر کشورها رابطه دوستانه‌ای داشته باشن. به نظرم به همین دلیلم هست که وقتی فعالیت‌های زیست محیطی رو می‌بینن نگران میشن. و این همون چیزیه که در واقع خیلی از مردم ایران رو به درد سر میندازه. این گروه همون حرفایی رو میزنه که ترامپ میزنه و نمیخوان سیستم موجود درست کار کنه. از برچیده شدن دیوارها و هر نوع موفقیت دیپلماتیک احساس خطر میکنن. این خیلی ناراحت کننده است چون در نهایت بازنده مردم ایرانن و این چیزیه که قلب آدم رو میشکنه. چون می‌بینیم که مردم ایران وسط درگیری قدرت‌های جهان گیر افتادند. خب با توجه به شرایط موجود بهترین کاری که میشه کرد چیه؟ به برجام اشاره کردی که در واقع توافق اتمی ایرانه. خب ترامپ از این توافق خارج شده و میخواد دوباره تحریم‌های خیلی سنگینی رو علیه ایران برگردونه. تو نظرت چیه؟ آیا تو از بازگشت تحریم‌ها حمایت می‌کنی یا مثل خیلی از تحلیل‌گرای دیگه اونها رو غیر سازنده می‌دونی؟ خب این مطلق نیست. فکر نکنم کسی بتونه به قطعیت بگه که تحریم‌ها کار نمی‌کنن یا می‌کنن. ولی اونچه که در طول این سالها فهمیدیم اینه که سیستم به هر حال کار میکنه و راه‌های دور زدن رو پیدا میکنه. اما وقتی یک کشور رو تحریم میکنید، اون کشور بیشتر و بیشتر منابعش رو از دست میده و بلایی که سر ایران اومده، شامل نابودی محیط زیست، تخریب اقتصاد و انبوهی از مشکلات برای مردمشه. سیستم تونسته دووم بیاره و کار کنه، ولی بازنده کیه؟ همون مردمی که کسایی که تحریم‌ها رو میذارن ادعا میکنن که میخوان ازشون حمایت کنن.
مشکل من با اون چه که داره اتفاق میفته اینه. موضوع دیگه اینه که اگه برین و یه توافقی انجام بدید، حالا چه خوب چه بد، و بعد از یکی دو سال بزنید زیرش، این چه پیامی رو به دنیا میده؟ این که نمیشه به آمریکا اعتماد کرد، نمیشه به غرب اعتماد کرد، و این باز برای مردم ایران مشکل ساز میشه. چرا؟ چون حالا مثلا اگه بخوان بیان تو خیابون و تظاهرات مسالمت آمیزی برگزار کنن، متهم میشن به همراهی و اتحاد با کسایی که به دنبال ساقط کردن رژیم هستن. کاوه مدنی، من کاملا از هیجانی که توی صدات موج میزنه حس میکنم که چقدر مردم ایران برات مهمن. به همین دلیلم بود که شهریور پارسال به ایران برگشتی. اما واقعیت اینه که ناچار به فرار شدی. میخوام بدونم توصیت به جوانای باهوش و تحصیل کرده ایرانی دیگه‌ای که خارج از ایران زندگی میکنن و ممکنه مثل تو فکر کنن که توان اینو دارن که برگردن به ایران و کشور بهتری بسازن چیه؟ بهشون میگی که اصلا فکر بازگشت رو نکنن یا اینکه برن و سعیشون رو بکنن؟ ببین، لازمه که جلوی شتاب سیر حوادث رو بگیریم. وضع کشور داره از هر نظر که فکرشو بکنیم بدتر میشه. اگه بگیم کاوه مدنی رفت و موفق نشد پس فایده ای نداره، در واقع داریم این واقعیت رو نادیده میگیریم که خیلی های دیگه رفتن و در بخش خصوصی و تجاری موفق شدن و دارن به کشور کمک میکنن. اگه همه ما کشور رو ترک کنیم و بشینیم توی خونه و دفترمون خارج از ایران و فقط سیستم موجود و کشور رو سرزنش کنیم، در واقع هیچ کاری برای کشورمون نکردیم. با کمال احترام و با وجود همه سختی‌هایی که متحمل شدی، ولی این دقیقا همون کاریه که خودت الان داری میکنی. دارم چی کار میکنم؟ میگم نباید برگردیم؟ خب نه، ولی در عمل این کار کردی. در واقع به نقطه ای رسیدی که انقدر احساس خطر کردی که کشیدی کنار و حدس میزنم احتمالاً قصد برگشتنم نداشته باشی. من نمیتونم برم، چون به نظرم منطقی نیست که برگردم و برم توی زندان بمیرم. ولی قرار نیست هر کی برمیگرده بخواد یه شغل سیاسی رو قبول کنه. وضعیت من نشون میده که برگشتن و پذیرفتن یک شغل سیاسی گزینه عاقلانه ای نیست. اما موضوع اینه که من تونستم به سهم خودم تغییراتی ایجاد کنم. اگه صدها نفر مثل من باشن که برگردن و سعی کنن برای کشور کاری بکنن، دیگه نمیتونن تک تکمون رو به جاسوسی و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی متهم کنن. این نسل ماست. نسلی که 70% جمعیت کشور رو تشکیل میده و بالاخره باید سهمی در دولت داشته باشه و فرصتی برای خدمت به مردم و کشور پیدا کنه. و خب معلومه که میخوایم روی پای خودمون بایستیم و میخوایم با بقیه دنیا دوست باشیم. فکر میکنم بخش بزرگی از همسن و سالا و هم نسلای منم همین نظر رو دارن و به اندازه کافی زجر کشیدن و میخوان اوضاع تغییر کنه. ولی اگه هممون کشور رو ترک کنیم و منتظر این بشیم که مثلا یه قدرت خارجی بیاد و اوضاع رو درست کنه، فکر نمیکنم جواب بده. مردم ایرانن که باید تصمیم بگیرن و ماهایی که خارج از کشور هستیم هم باید کمک کنیم. اگه به خاطر خطرات امنیتی نمیتونیم برگردیم، دست کم میتونیم روی پیدا کردن و ارائه راه حل ها کار کنیم. نه اینکه فقط غر بزنیم و سیستم رو سرزنش کنیم و فقط منتظر بشیم که دنیا خودش قشنگ بشه. بسیار خوب. وقتمون داره تموم میشه. یه جواب آره یا نه میخوام. فکر میکنی که خودت، کاوه مدنی، هنوز در 30 و چند سالگی، هنوز باهوش و با انگیزه برای کمک به ایران، آیا روزی برای کار و زندگی به کشورت برمیگردی؟ اگر که بله. یه جواب یک کلمه میخواستم و به هم دادی. کاوه مدنی، خیلی خیلی ممنونم که در هارد تاک شرکت کردی. من هم ممنونم.